پناه اهل محشر عید میلادت مبارک ای همه روح متحر عید میلادت مبارک ای رخت مرآت مادر عید میلادت مبارک ای گل باغ پیمبر عید میلادت مبارک ای قم زخاکت خاکت معطر عید میلادت مبارک دختر موسبن جعفر اید میلادت مبارک خجست سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه بر همه شما عزیزان تهنیت باد مبارک باد و عرض سلام و احترام خدمت همه شما هموطنان عزیزم و هر کدام از شما عزیزی که همکنون بیننده برنامه هستین جان سپاس که امروز همراه ما هستین امیدوار استم که جور و سردمند باشین و دلها و قلبهایتان شادمان و شادی میلاد حضرت فاطمه معصومه امیدوار هستم که در کنار اعضای خانواده تان جور و موفق و پیروز و خوشبخت باشین همراه ما باشین با برنامه روشنا که تقدیم نگاه های شما عزیزان میکنیم و امروز با شما عزیزان هستیم در روز میلاد با فاطمه معصومه سلام الله علیها که بر همه شما بانوان عزیز و بر همه شما دختران عزیز تبریک عرض میکنم و موضوعی که امروز میخوایم با شما عزیزان گفتگو کنیم در رابطه با فاطمه معصومه سلام الله علیها الگوی برتر پس حتما همراه ما باشین خانم حسن زاده عزیز هم امروز کنار ما هستن سلام خانم حسن زاده و امروز به شما هم تبریک میگم بسم الله الرحمن الرحیم پندار عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه روشنا امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینید جور و صحتمند باشن بنده هم ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه محسوم سلام الله علیه ها را خدمت شما و همه بینندگان عزیز تبریک و تحنیه درز میکنم بسیار عالی تشکر و سپاس بله محسومه یعنی قداست مریم یعنی پاکی و اسمت فاطمه سلام الله علیه ها و قصه قصه حضرت زینب سلام الله علیها در جستجوی برادر همراه شما عزیزان هستیم در روز میلاد و از خدای بزرگ میخواییم که در این روز بزرگ همگی شما عزیزان شادمان باشین دلها و قلبهایتان شاد و توکلتان به خدا باشه که انشالله که همیشه خوشیها همراه زندگیتان باشه خانم اصلا زاده در روز میلاد هستیم ضمن ای که تبریک میگیم هم به شما و همه عزیزان بیننده ای که امروز همراه ما هستند میخوایم که در رابطه با حضرت بیبی معصومه صحبت کنیم و بگوییم که خب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها الگوی برتر میخوایم بیرو توضیح بدیم که وقتی میگم الگوی برتر یعنی چی و ای که برای بانوان ما و برای دختران ما با عنوان یک الگو باید مد نظر گرفته شود چرا قسم هست یعنی فاطمه معصومه چه ویژگی هایی داشته چه قسم زندگی کرده و چگونه رفتار داشته که حال برای بانوان و دختران ما باید الگو باشه بله امروز با توجه به ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها فرصت مناسبیه که به تحلیل شخصیت این بانوی کریمه بپردازیم و ابعاد وجودی اون حضرت معرفت و شناخت پیدا کنیم انشالله که بتانیم خصلت ها و ویژگی های او حضرت رو در زندگی خودمان سرمخش و الگو قرار بدیم مالی. چون همه انسان ها نیاز به الگو دارن در زندگی خودشان و ما هم با توجه به ای که از خاندان اهل بیت و امامت و نبوت کسانی هم چون حضرت فاطمه و به معصومه سلام الله علیه سلام را داریم خودش میتانه الگو و سرمخش باشه مالی. و حتی چراغ راه ما باشه در زندگی خب ویژگی های حضرت معصومه سلام الله علیها دارن که برای همه زنان امروز یک الگوه باشن به با عنوان موضوع برنامه همون جورد. که شما فرمودین بله. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها الگوی برتر واقعا بسیار ویژگی های منحصر به فردی دارن حضرت محسومه همونطور که همه میدان در مدینه متولد شدن و دختر موسبن جعفر سلام الله علیها علیه ها هستن و با خود موسبن جعفر علیه السلام از خود و زمانی که از دنیا رفتن حضرت فاطمه محسومه بیش از ده سال نداشتن ولی چنان در این خاندان امامت و نوابت درس دیده بودن و پرورش بله یافته بزنید. بودن و از شرافت این خانواده بهره شدن م. که ما میتونیم بگیم از بین امامزادگان جایگاه ویژه پیدا کردن درستا. حضرت معصومه و حضرت معصومه این جایگاه ویجهی که دارن بقیه امامزادگان ندارن مم. چون این ویژگی فردی و روحی و کمالات روحی که در حضرت بود میتونیم بگیم از بین همه امامزادگان جایگاهیشان را به بالاتر بود حتی از بین فرزندان موسی بن جعفر میتونه بعد از امام رضا علیه السلام تنها فرزندی که جایگاه ویژه‌ای داشت حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها بود خب سه تا خواهر امام رضا علیه السلام خواهر تنی برای امام رضا بیشتر عزیزان علی... بیننده بله. دختر موسی بن و خواهر امام هشتم ما امام, از... امام رضا علیه السلام از یک مادر به نام نجمه بله. خاتون میگم سه تا از امامزادگان هستند که امام در متن ها صحبت کردن و حتی زیارت نامه دارن در این باب خب، یکی از امام که حضرت عباس علیه السلام عبالفضل عباس هست دومین امامزادگان که در مت کردن و در زیارت نامه دارن بله. حضرت علی اکبر دارن. یعنی حرم دارن نه حرم نه بلکه اینه که مت کردن زیارت نام مخصوص برای زیارت ایشان ذکر شده هست زیارتنامه نامه های مخصوص ایشان و سومین نفری که هست بعد از حضرت ابوالفضل عباس و علی اکبر علیه السلام حضرت فاطمه مظلوم سلام الله است مم. که جایگاه واقعا ویجه ای دارند در بین همه امامزادگان مم. به خاطر اون قبر و و قداست که نسبت به خداوند داشتن و بقیه ویژگی هایی که ما الان ذکر میکنیم حتی میتونه سرمخش تک تک بانوان کشور ما باشه بله. و واقعا میتونه از اونها انسان درس بگیره اولین ویژگی که خانزونی میخوایم از حضرت فاطمه مزومه ذکر کنیم این است عبودیت و بندگی ایشان بله عبودیت و بندگی اطاعت محض احسن و او افت و پاکی که داشتن و خود افت و پاکی که بیبی معصومه داشتن خودشان به خاطر همو عبودیت و بندگی است ما در تاریخ داریم وقتی که حضرت وارد قوم شدن احسن. 17 روز در قوم بودن احسن. این 17 روز تنها کاری که 17 شبان روز با وجودی که روزهای آخر عمر ایشان بود و بیمار هم بودن و در وقت اقامت داشتن در قوم تنها عبادت به عبادت و خشوع و تضرع درگاه خداوند می‌پرداختن حالا خب بیشتر ببخشید خانم استاد دختر آشناییات بیشتر قم هم یکی از شهرهای ایران هست. بله درست است؟ یکی از شهرهایی است که در ایران, در ایران, ایران و واقع نزدیک شهر مشهد هست اصلا. و خود مشهد هم که حرم امام هشتم امام رضا علیه السلام بله هشتم. حضرت معصومه سلام الله وقتی حرکت کردن از مدینه به سوی توس نزد برادرشون هجرت کنند در قم یک بیمار شدن و مدتی در اونجا ساکن بدن و 17 روز در قم فقط به عبادت می بله. و حتی مکانی هست در قوم به نام بیت و نور که یعنی مکانی هست که حضرت در اونجا عبادت میکردن خب این خضوع و خشوع عبادت اون حضرت در برابر خداوند متعال واقعا این میتان قداست او حضرت رو بالا ببره و بیش از بقیه امامزادگان جایگاه و اجر و قرب داشته باشن ما هدف از خلقت انسان رو داریم که چیزی جز عبادت نیست خب هر انسانی هدف از خلقت از او عبادت است عبادت هایی که معمولا ما انجام میدیم در طول درسته. روزمره این است که هر کسی میتونه به یک طریقی عبادت میکنه با توجه به وسعت شناختی که داره بله. به او شناختی که از خداوند متعال داره عبادت های انسان هم متفاوته با توجه به تقوایی که داره عبادت ها بله. متفاوت باشه دسته ای هستن که واقعا مفاهیم بلند عارفان ذکرهای خداوند رو درک نمی کنن. اگر نماز می تنها ترها صرفا افعال او رو به جا میارن درسته فقط یک با اعضا و جواره خودشون افعال رو به جا میانه بلکه به او معارف بلند خداوند متعال اصلا در نماز توجهی ندارن او خضوعی که باید داشته باشن او خشویی که در نماز داشته باشن متاسفانه ندارن بس. مثل کسی رو میتونیم در نظر بگیریم یک خود فرزند دانش آموزی به مکتب رفته و در نزد بزرگی آمده به از این زیر میدن آه. که این متن را بخونه شاید اون این متن رو در درک نکنه او بله. ولی چون میدانه در مقام یک بزرگ هست امه. سعی میکنه این متن رو بسیار خوب بخوانه ولی مق... زمانی این بچه اون معارف رو درک کنه امه. خیلی بهتر میتونه فهم و شعور از او بالاتر بره و این انسانی که تنها ذکرها رو به جامعه میاره فقط فکر میکنه در برابر خداوند باید نماز بخونه خب این در حد نماز خواندنی با دل و جان نباشه اثرات مطلوبی بر انسان دقیقا. نداره دسته دیگه هستن علاوه بر او که در مقابل موجود برتر ایستاده و بلکه فلسفه او ذکرارا میدانن. افعالشان جوری هست که باعث میشه که در زیبایی مح بشن و سهمشان لذت بردن از دین هست ولی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بالاتر از این دو مرتبه بودند زمانی بودند که نه تنهاییشان بقیه امه هم به این شکل بودن و به طریقی بودن که محو تماشای جمال خالق خودشون میشدن یعنی میتانم بگیم عبادت به معنای تام انسان باید سعی کنه از این هوای نفس امروزی عبور کنه جوری باشه که به با او تقوای الهی خودش رو نزدیک کنه دقیقا. تا بتانه لذت عبادت رو ببره اگه انسانی لذت عبادت رو ببره بداند که به درجات دیگه الهی هم میرسه خب یکی از ویژگی ها هست که انسان باید سعی کنن هر دو اخ... چی بان... بانوان چی فرقی نداره علمان. در درجه اول هر مسلمانی خودشو به این درجه تقرب جدیتن. برسانه بسیار عالی پس یکی از ویژگی های مهمشان عبودیت و بندگی بود و ای که بر حال تلاش داشتن سعی داشتن که با تمام وجود و با همه یقین بتانن بندگی کنن اصلا. خب بعد از یک وقفه همراه ما باشه نجزانی که همیشه همراه ما. بوده ای که از نسل اهل بالایی ای که در اوج حج پیدایی زینب حضرت رضایی تو همه افتخار بابایی دخت موسی ولی مریم چون رقیه شبیه زهرایی باب مشکل گشای امروزی شافع مهربان فردایی مثل اجداد و نسلتان بانو آبرویی برای دنیایی سر به محضرت آید هر که دارد مدال آقایی به نگاهت نمی شوم آدم بار کچکی رسیده بر جایی کاسم را همیشه پر کردی قبل آن که کنم تمنایی من بدون قم و خراسانت میرسیدم به مرز رسوایی گل از هجر کربلا دارم با دل من تو را میهایی صلی الله علیک یا مولاتی یا بنتمون بن تشکر می از همکارانی که در تهیه ساخته میان برنامه ها همکاری دارند جان سپاس و از همه شما عزیزانی که، همیشه بیننده برنامه روشنا هستین هم تشکر میکنم امیدوارستم امروز هم بیننده باشین و سایر روزها هم یک برنامه روزی دقیق داشته باشین تایم برنامه ما را متوجه باشین و حتما با جمع اعضای خانواده بشینین و بیننده برنامه روشنا باشین و اگر هم سوالاتی در ذهنتان میایه پیشنهاد و انتقادی اگر در ذهنتان هست با نمبر واتساپی که برایتان میگم حتما با ما در ارتباط باشین مثبت 964 780 255 40 13 همکنون میتونین با ما در ارتباط باشین برنامه روشنها به صورت زنده و لایف تقدیم شما عزیزان میشم و در ادامه صحبت در رابطه با فاطمه معصومه سلام الله علیها الگوی برتر ویژگی های حضرت فاطمه معصومه را برای شما عزیزان بیان میکنیم و ثابت میکنیم برایتان که میتونه بانوان عنوان الگوی برتر برای همه ما و شما عزیزان باشه خب خانم حسن ویژگیی ویژگی که بیان کردین عبودیت و بندگی بود که انشالله که ما هم بتانیم درس بگیریم و الگوی خوب را برای خود ما قرار بتیم به عنوان یک بنده و به عنوان یک انسان مسلمان بتانیم بندگی کنیم انشان. با یک ایمان کامل و تقوای خوب خب دیگه چی ویژگی داشتن ویژگی دیگه که حضرت معصوم سلام الله علیها داشتن حضور فعال داشتن هم در اجتماع هم در صحنه سیاسی بله. جوری نبود که حضرت معصومه صرفا فردی باشن که فقط در درون خانه باشد و هیچ فعالیتی نداشته باشن نمونه بارز ایشان وقتی که امام رضا علیه السلام از مرف به مدینه اومدن با وجودی که نه ماه بیشتر از این سفر نگذاشته بود و همراه برادران خودشون باعث شد که و برادر زاده های خودشون حضرت معصومه حرکت کنن و خودشان را به مرو برسانن با توجه به اون که در مسیر را ایشان واقعا سختی هایی رو تحمل کرده حتی کسانی بودن که از هجرت ایشان میخواستن جلوگیری کنن و باعث میشد که ولی چون هدف مهم بود حضرت معصوم سلام الله علیه ها اینجا هدف را یاری رساندن به امام زمان خودشان از امام رضا علیه السلام بود این با تمام وجود مقاومت کردن و مسیر مجاهدت رو ایستادگی کردن درستا. حتی در بین را برادرزاده های و برادرانی از ایشان شهید شدند باز هم این حکومت عباسی ها جلوی حضرت رو بگیرن با تمام اون ن... 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 کارهای نظامی که انجام دادن ولی حضرت به مسیر خودشان ادامه دادن چون هدف حضرت از این هجرتشان که واقعا هجرتی بود که پیامهایی داشت به جامعه بله. و زنان امروز ام. میخواستن ترویج کنن هدف از هجرت هجرت ترویجی و تبلیغی خودشون بود تثبیت امام رضا علیه السلام چون در مقابل اون واقفی هایی که وجود داشتن ام. و شبهاتی که هایی به رضا علیه السلام و به امامت ایشان وارد میکردن حضرت میخواستند اینو اثبات کنند که امام زمانشان امام برحق هست و در پای این با, ج... با وجود همه مشکلات وارد عمل شدن و خودشان را تا به بیم... بی این قوم رساندن و این پیام را به جهانیان برسونه اینو میخوایم بگیم زنان امروز جوری نباشه که بگن ما نمیتونیم در صحنه حضور داشته باشیم آه. با توجه به موانعی وجود داره آه. انسان با زنان امروز و دختران امروز میتونه با مقاومتی که داشته باشن دلستم. با شجاعتی که داشته باشن در صحنه حضور پیدا کنن همونطور که ایشان حضور پیدا کردن مم. خب بعضی وقتا بین حضور در اجتماع و وجود یک زن خلط ایجاد میشه بعضی ها راه افراد رو پیمودن و بعضی ها راه تفرید رو پیمودن بله. خب این ما بگیم برای زنان امروز الگو هست مم. واقعا یه توازن برقرار است بله. اینجا اسلام نگفته در آموزه های اسلام زن خانه نشین باشد مم. بلکه گفتن زن در اجتماع حضور پیدا کنه بله. ولی بعضی هم متاسفانه گفتن وقتی زن در اجتماع حضور پیدا کرد دیگه نمیتونه با منافات داره با حجاب از اون با افاف از اون ما نمونه عینی مثل حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو ما معرفی در عین افت در عینی که ایشان 28 سال بیشتر نداشتن ولی بله چنین افت با با حیا با, با شرم و حیای خوب و افت خوب در صحنه اجتماع حضور داشتن و فعالیت کردند و این خودش درس بسیار بزرگی است برای جامعه ما اصلا برای بانوان امروزی واقعا درس بزرگه زن در عین پاکدامنی و عفت میتونه در جامعه حضور پیدا دقیقاً. کنه و, و از طرفی هم ای افت و پاکدامنی جوری نیست مانع از حضور اجتماع بشه پس زن باید به گونه در اجتماع حضور پیدا کنه اینم داریم در اسلام به این نکته باید توجه کنیم که توجه مردان را جلب نکنه ولی بعض وقتا که هستن کسانی که واقعا به راه افراد تفرید رو پیدا از اون طرف میگن زن حضور نداشته باشه در اگر هم حضور داشت لازم نیست حجاب داشته باشه ما میگیم نه این دوتا قرین هم با هم وجود داشته باشه درستان. که شخصیتی مثل حضرت فاطمه معصومه سلام الله این رو اثبات کردن خب مسلم خب 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 است که حضرت فاطمه معصومه سلام علیها در یک محیط و در یک خانواده بزرگ شده که نشان دهنده ای هست که نجابت و عفت و پاک ایشان هست یه خاندان متحر یه خانواده پاک و او قسم آگاهی و علمی را که حضرت فاطمه معصومه به دست آوردن در طی مراحل رشدشان حال نشان دهنده همین است که ما میتونیم به عنوان بهترین الگو از ایشان الگو ببریم و به درس بگیریم احسن چرا که اگر که علم و آگاهی نمی داشت، پس عبودیت و بندگی نمی داشت. عفت و پاکی نمی داشت و او قسم پای امام زمان خودش استاد نمی شد. پس اینها کلش نشان دهنده سطح علم و آگاهی بلندی که ایشان داشتن و نشان دهنده است که خاندان پاکی داشتن که یک دختری را تربیت کردن و تقدیم جامعه کردند. حالا امروز جامعه ما دختران ما را و بانوان ما را از کسب علم محروم می‌کنند. اگر محروم کنن چه قسم میخواین که فردا روز ای دختران مادرانی شود که فرزندانی را تربیت کنند با نداشتن علم و آگاهی و ای واقعا بله. دقیقا سومین موردی ام. که از ویژگی های حضرت ما با اشاره خواهیم کرد الان میکنیم اینست که حضرت واقعا فردی بودن روشنبین و دارای بسیرت بودن ده. خب موقعیت شناس بودن در زمانی که واقعا لازم میدانستن با توجه به همون آگاهی و علم دانش از اینها بود ام. که در جایی که لازم میدانستن هجرت کردن در جایی که لازم میدادن شبهات رو پاسخ میدادن خب این نشانه از او دانش و آگاهی است وقتی که یک زن علم و آگاهی داشته باشه بصیرت داشته باشه این رو میتونه حق رو از باطل خیلی راحت تر تشخیص بده بره بره. وقتی که دچار فتنه ها و شبهات میشه بهتر میتونه از اونها عبور کنه در جایی که لازم است صبر کنه در جایی که لازم است مقاومت کنه خب این شناخت آگاهی و مهارت بالا و علم و دانش رو لازم داره بله ما داریم که روایت های تاریخی زیادی هست که شهادت میدهد که این است که حضرت فاطمه معصومه سلام الله از همون دوران کودکی خب مت... جوری بودن در کنار دو تا امام پرورش پیدا کردن هم پدرشان هم برادرشان داره. امام رضا علیه السلام خب ایشان صف... صفاتی داشتن یکی از صفات ائمهات ها این است که علم و دانش داشتن فقاهت بالایی داشتن دارست. خب این صفات ذاتی من... به ایشان هم

منتقل شد و به مسائل دینی و فقی ایشان آگاهی زیادی داشتن حتی صحنه هایی بود که حضرت در اه اه به صورت علمی حضور پیدا می کردن و حتی ما ایشان را یکی از القاب حضرت محدث نامیده شده آره. است کسی که از حدیث, روایت حدیث روایت می, روایت می و در بعضی اوقات بود در قیاب امام موسای گازم علیه السلام پاسخگوی شیعان بودن ما یک روایت داریم که میگن می نقل شده این است که روزی جمعی از شیعیان برای دریافت پاسخ سوالات خودشون از شهرشون اومدن مدینه و به محضر امام کازه علیه السلام بله. وقتی امام کازم در منزل حضور نداشتن و به سفری رفته بودن اینجا بود که هر چی ایستادن و منتظر ماندن حضرت نیامد باید شد تصمیم بگیرن سوالات خودشون رو یادداشت کنم و برگردن این افراد بله. وقتی که سوالات خودشون رو یادداشت کردم و به واده ایشان دادن بعد از اینکه اومدن خدا فیزی کنم متوجه شدن که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها سوالات ایشان رو پاسخ داده بودن بله، و به بله. ایشان دادن این یک تربیت صحیح از پدرانی همچون امام موسیی کاظم علیه السلام، مصطبن جعفر علیه السلام. بله. بعدش که وقتی که ایشون سوالات خودشون رو گرفتن، حرکت کردن. در بین راه متوجه شدن که امام کاظم علیه السلام شدن و اینجا گفتن ما اومدیم سوالات اونو گرفتیم وقتی که سوالات رو نگاه کردن موسیب جفر گفتن واقعا سوالات پاسخهایی به جایی داده شده درستم. و ازت خوشحال شدن و, و از سوالاتی که حضرت مرسوم بله. سلام الله و این خودش ده ده. نشانه است که وجود دخترانی پاک و پر از آگاهی یعنی که پدران و مادران از وجود آنها لذت میبرن و خوشحال میشن و همه پدران و همه والدان مطمئنا داشتن همچه یک فرزندانی را آرزو دارن پس بکوشیم تلاش کنیم برای تربیت صحیح دختران عزیز و پسران عزیز ما که انشالله بتانیم در آینده جزء آینده سازان باشن همراه ما باشین بعد از یک وقفه تو کیستی سلاله زهرای اطهری معصومه کریمه ای آل پیمبری ممدوحه اعمه و محبوبه خدا احمد خسایل هستی و صدیق منظری باب الکرم سلاله باب یجی ام الافاف دختر موسی بن امروز قبله دل خوبان روزگار فردا همان شفیعه فردای محشری تو سومین ملیکه ای اسلام فاطمه آیی ندار زینب و زهرای اطهری یک مام تو خدیجه دگر مام فاطمه پاکیز تر ز مریم و حوا و هاجری مریم پی زیارت تاید اگر به اقرار می کند که همانا تو برتری بر نه سپهر اسمت و تقوا ستاره در هفت بحر نور فروزنده گوهری هم نجل پاک رضا را تو گوهری هم هشتمین ولی خدا را تو خواهری مصباح علم و دانش و توحید و معرفت مصداق هل اتا سمر نور کوسری عمر کم تو خاطره عمر فاطمه است یادآور مقاومت و صبر مادری مادر نگشته بانوی خلق دو عالمی شوهر نکرده مادر آغاز و آخری بانو ولی چه بانویی بانوی نه سپهر دختر ولی چه دختری اسلام پروری بر هشت آفتاب ولایت ستاره ای در نه سپهر نور مه نور گستری پیراهن تو اسمت و تقواست چادرت زهد مجسمی و عفاف مصوری در بحر بیکرانه ایمان و در کمال در آسمان زهد فروزند اختری باب المراد دختر باب الحوایجی اخت وقار، دخت بطول مطهری زهرا بهشت و روح تو لطف محمد است اولاد او همه شجر نور و تو زانو زنند خیل فقیهان به محضرت آری تو شهر فقه و احادیث را دری روزی اگر به خطبه گشایی زبان خویش باور کنند خلق که در نود حیدری اسلام را به منطق گرمت مروجی توحید را به نیروی علمت بیانگری عطر تو بر مشام محمد اگر رسد با خنده بوسدت که بهشت مکرری از نخلهای سبز فدک میرسد ندا این با غزان توست که زهرای دیگری خب از بیننده یک بار دیگه میلاد با سعادت حضرت فاطمه محسومه را به همه شما از آن تبریک میگم و همه شما مادران عزیز، بانوان سرزمینم و دختران عزیزم امیدوار هستم که در این روز دلها و قلبهایتان شادمان باشه روایت داریم که در غمهای ما غمگین و در شادیهای ما شاد باشیم. پس امروز روز خوشی هست، روز شادمانی هست و چقدر خوب است که جمع اعضای خانواده خوشی ها را هدیه به تن به هم دیگر. همراه با یک آرامش همراه با یک لبخند و حتی اگر میتونن که یک هدیه ای هم برای همدیگه تهیه کنین که بسیار خوبتر میشه بسیار مادران کلچه های و کیک های بسیار خوبش یاد دارن پخته کنن خب در این روز بزرگ روز میلاد میتونین پخته کنین و در جمع اعضای خانواده خوب خودتان نوش جان کنین و یک خوشی را تقدیم اعضای خانواده محترمتان کنین خب با ما باشین در رابطه با حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که الگوی برتر هستند صحبت میکنیم ویژگی های این بانوی بزرگوار را بررسی میکنیم و یک به یک بیان میکنیم عبودیت و بندگی عفت و پاکدامنی و همچنین آگاهی و کسب علم و دانش ایشان خب خانم حسنزاده منتظر هستیم که ویژگی های این بانوی برتر را بشناسیم بله در مورد سوم بودین همونجور که شما فرمودین روشنبینی و بصیرت و علم و آگاهی این بانو رو داشتیم بیان میکردیم یک مقدارش رو در قبل از میان برنامه ذکر کردیم و الان در ادامه اینو میخوایم بگیم که حضرت چنان علم و درایتی برخوردار بودن که حتی امام رضا وقتی که میخواستن سفر کنم به مرو وقتی علما آمدن گفتن ما در قیاب شما پاسخ سوالات خود رو از کی دریافت کنیم درستان. امام رضا علیه السلام فرمودن از حضرت معصومه سلام الله علیه بلده. پاسخ خود را دریافت کنید یعنی یک امام چنان روی این حضرت فاطمه معصومه اطمینان داشتن و میدانستن از فقاهت به درجه ای هستن که میتونن سوال های بقیه بلده. رو پاسخ بدن با وجودی که گفتیم همین شخصیت اسلامی و زنانه میتونه واقعا برای دختران ما الگو باشه امه. در سن 28 ساله بودن بزرگترین پیام هجرت رو ایشان منتقل کردن از مدینه به مرب با وجودی که یک دختر خانم 28 ساله با کاروانی که میتونیم بگیم هزار کیلومتر رو در پیش گرفتن تا این پیام رو انتقال کنن که یک زن در عین حالی که میتونه یک زن باشه و عفت و حجاب خود رو حفظ کنه میتونه اجتماعی باشه میتونه در برابر حکومت سیاسی که ظالم هستن ایستادگی کنه و بله. مقاومت کنه ام. و میتونه علم کسب علم و دانش بپردازه همیشه فکر نکنیم ما باید زمین زمینه مهیا باشه و همه مکتبی باشه که مکتب بریم در... و درس بخوانیم بلکه در خانه های ما الحمدلله که جوری هست که فضای مجازی برای همه مهیا هست ب... از طریق همین فضای مجازی و شبکه های مجازی انسان میتونه کسب این کنه درست. به جایی که خدای نکرده وقت خود خورد در چیزهایی که واقعا اثر و فایده نداره بگذرانه میتونه کسب این کنه و درسته. استفاده کنه مم. چهارمین ویژگی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که میتونه برای دختران و زنان امروز ما الگو باشه پایبندی به خانواده خب این ویژگی واقعا در جامعه بعض وقتها احساس میکنیم کم رنگ شده در صورتی که حضرت از کودکی حضرت فاطمه معصومه بله. سلام الله جوری بودن که با پدرشان در زندان بود واقعا سختی هایی در خانواده وجود داشت همواره در کنار خانواده بودن بله. وقتی که در بزرگ سالی شدن باعث شد که احساس کنند که برادر ایشان از لحاظ که پیام ایشان را منتقل کنن نیاز دارن و او دلبستگی که به امام رضا علیه السلام داشتن از لحاظ خانوادگی باعث شد که مهاجرت کنن آه. اون مهاجرت صادر نسبت به خانواده یعنی همین یعنی که نسبت به خانواده خودشان همگام باشن همراه, همراه باشن،, باشن هم عقیده باشن و خانواده رو تن... خانواده رو در شرایط مختلف تنها نذارن این یک زن لازم است موقعیت شناس باشه و او علم و درایت و بصیرت یک زن رو میرسانه نیاز بود واقعا نیاز داره انسان تفکر کنه تدبر کنه الان هم. خانواده ما به چی نیاز داره به خصوص در شرایطی که سخت باشه و دشوار باشه احسن. و مشکلاتی وجود داشته باشه حالا ما میتونیم حضرت فاطمه مسومه را یک مشابهت بتیم به حضرت زینب سلام الله علیها حضرت زینب سلام الله علیها هم همین گونه بود برای برادرش چه کرد در جایی که لازم بود صبر کردن هر در جایی که لازم بود امیدواری دادن خب این نکته هایی است که واقعا ما باید از این بزرگان درس بگیریم بلی بلی. در زندگی امروز واقعا بعضی از خانم ها وقتی که مشکلات به سراغ از اونها میاد میمانند چه کار کنن دوچار استراب میشن همه. حتی خدای نکرده به استرس و است... افسردگی دوچار میشن در صورتی که یک زن باید هدف و موقعیت رو بشناسه دقیقاً. که در خانواده یک روح اساسی رو ایجاد میکنه بسیار مسائل هیچو پوش پوچ سل میکنن دو تا خوار و بیاده رو ببینی یه دیگر نمیشناسن به خاطر مسائل های خورداریزی که در زندگی است در پیش می آید. یا به خاطر حتی خدای نکرده به خاطر چشم و همچشمی سیال و سیالداری به خاطر گپا میاین روابط همدیگر کاملا قطع میکنن و این الگوی فاطمه زهر فاطمه معصومه سلام الله علیها و همچنین سایر عزیزان ما سایر بانوان بزرگ ما میتونن بهترین الگو باشن برای ما که ما باید نسبت به خانواده خود ما چقدر همراه باشیم و پایبندی داشته باشیم اصلا چون پایبندی در خانواده همینجور که شما فرمودین برعکسش قطع سله رهیب واقعا اینها میتونه در خانواده سازنده باشه کسی که پایبند باشه به خانواده میتونه خانواده موفقی رو پرورش بده و برعکس هر کدام از اعضای خانه به مثلا جوری باشه که به راه خودشان برن خب اینطوری نمیتونه اون اتفاق و اون اتحاد دیگه وجود نداره در خانواده ما در ویژگی های منحصر به فرد دیگه هم از حضرت فاطمه معصومه سلام الله داریم که واقعا میتونه برای زندگی های ما الگو باشه ما حضرت رو به نام کریمه اهل بیت میشناسیم کریم یعنی اینکه زود کار کسی رو را میندازه آه. وعده میده وعدش نقده نسیه نیست به محضی که وعده داد وعدش عمل میکنه خب کریم هم ما داریم کسی که اهل احسانه خب جوری هست بدی رو با خوبی جواب میده این کلماتی هست که میتونه در وصف معصومه هم کریمه است اینو میتونیم در وصف کریمه بودن بیان کنیم آه. یا کم رو زیاد قبول میکنه خب خوب است که ما از این کریمه بودن حضرت درس بگیریم و در زندگیمان چنین رفتار کنیم آه. یا ای که حضرت معصومه به خاطر همین کریمه اهل بیت بودن حتی باعث شده صاحب کراماتی بشن ما داریم در بین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها کراماتی داشتن و این هم به خاطر حتی ما دار داریم که توسل میکنیم به حضرت و خب این به خاطر این است که کریمه بودن و نس خداوند او عبودیت و شایستگی دقیقاً. و تقرب را داشتن بله. و به مراتب بالا رسیدن بسیار خوب وقتی برنامه ما خلاص شد تشکر میکنیم خانم حسن زاده ان که بتونیم این ویژگی ها را مد نظر ما بگیریم و جز خصوصیات خود ما حتما وجود خصوصیات ما تلاش کنیم که جز خصوصیات ما و این رفتارها و این ویژگی ها خب سپاسگزار هستیم از همه شما عزیزان بیننده که تا این ما بودن. یک بار دیگه تبریک میگم به همه شما عزیزان و آرزوی بهترین ها دارم برای یکی که شما خدا نگهدارت. اللهم محمد و آل محمد. اللهم